خب بریم سراغ یک آهنگ دیگه از یک خواننده دیگه. سلام، روزتون بخیر، امیدوارم که خوب باشین. امروز از سری ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی از طریق آهنگ در خدمتتون هستیم با یک آهنگ از بریتنی اسپیرز. همونجور که قبلا هم بارها گفتم، من آهنگ‌ها رو توی یک پلیلیست به نام آموزش زبان از طریق آهنگ براتون جمع‌آوری کردم. لینکش رو اینجا براتون میذارم، اگه دوست داشتید حتما روی اون کلیک کنید تا آهنگ‌های قبلی رو هم ببینید. اما امروز می‌خوایم آهنگ Oops I Did It Again رو از بریتنی اسپیرز با هم بشنویم و نکاتش رو ببینیم. قبل از اینکه بریم سراغ آهنگ، ازتون خواهش میکنم که لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله بغلش رو هم بزنید. حالا بریم قسمت اول آهنگ رو با هم ببینیم. I think I did it again. خب I که مشخصه به معنی من، think به معنی فکر کردن، did گذشته فعل do به معنی انجام دادن، again هم به معنی دوباره. I think I did it again یعنی فکر کنم یه بار دیگه این کار رو کردم. I made you believe. Made گذشته فعل make به معنی ساختن یا انجام دادن. Believe به معنی باور کردن. پس I made you believe یعنی باعث شدم که تو باور کنی. Made معنی مجبور کردن هم میده. اینجا یه کوچولو همون منظور مجبور کردن، یعنی مجبورت کردم که باور کنی. We're more than just friends. We're که یعنی we are. More به معنی بیشتر. Just به معنی فقط. Friend به معنی دوست. پس we're more than just friends یعنی ما رفاقتمون بیشتر از دوتا دوسته. It might seem like a crush. It might seem like a crush. Might یعنی ممکنه. Seem یه فعله به معنی به نظر رسیدن. Like یعنی مثل. Crush یعنی دلخراش. It might seem like a crush یعنی ممکنه دلخراش به نظر بیاد. البته میشه اینجوری هم اینو ترجمه کرد که ممکنه به نظر بیاد که یه کراشه. کراش یه حسی که شما نسبت به یه نفر دارید و بیشتر از دوستیه، یه حس عاشقانه است، روش کراش دارید. But it doesn't mean that I'm serious. But به معنی اما. Mean یه فعل به معنی معنی دادن. Serious به معنی جدی. پس but it doesn't mean that I'm serious یعنی اما به این معنی نیست که من جدیم. Cause to lose all my senses. Cause به معنی چون. وقتی اول جمله میاد به معنی چون یا زیرا. Lose به معنی از دست دادن. All یعنی همه. My یعنی ای من. یعنی مثلا my book میشه کتاب من. Sense به معنی حس. پس cause to lose all my senses یعنی چون تمام احساساتم را از دست دادم. That is just so typically me. That که میدونید is رو میدونید، just رو گفتم، so گفتم، typically به معنی دقیقاً. پس that is just so typically me یعنی این دقیقاً خود منه یا این دقیقاً خود خودمه. I played with your heart.
I played with your heart. I played with your heart. Play یه فعل به معنی بازی کردن. Heart به معنی قلب. پس I played with your heart یعنی من با قلبت بازی کردم. Got lost in the game. Got lost in the game. خب got اول بدونید که گذشته فعل get به معنی شدن. Got lost یعنی گم شدن. Game به معنی بازی. پس game به معنی بازی. پس got lost in the game یعنی تو این بازی گم شدم. خب تقریبا نصف آهنگ امروز رو با هم دیدیم. آهنگ بسیار جذاب و نوستالژیک از بریتنی اسپیرز. امیدوارم که نکاتش رو خوب یاد بگیرید. فقط میخوام ازتون یه خواهش بکنم. اگر تا الان کانال من رو سابسکرایب نکردید، اونها ببینید اون پایین علامتش دکمه سابسکرایب رو لطفاً بزنید. اون زنگوله بغلش رو هم بزنید. اینجوری باعث میشید که ویدیو به تعداد افراد بیشتری نمایش داده بشه و خیلیای دیگه بتونن ازش استفاده کنن. حالا بریم سراغ قسمت دوم آهنگ. You think I'm in love. You think I'm in love. خب think به معنی فکر کردن. In love یعنی عاشق بودن یا عاشق شدن. پس you think I'm in love یعنی فکر میکنی من عاشق شدم. That I'm sent from above. That I'm sent from above. خب sent گذشته فعل سنده به معنی فرستادن. From یعنی از. Above یعنی بالا. پس that I'm sent from above یعنی که من از بالا فرستاده شدم. اما به ترجمه روونتر یعنی فکر میکنی خدا منو از آسمونا برات فرستاده. I'm not that innocent. I'm not that innocent. I'm not that innocent. I'm not that innocent. خب innocent به معنی بیگناه. پس I'm not that innocent یعنی ولی من اونقدرها هم بیگناه نیستم. You see my problem is this. You see my problem is this. Problem به معنی مشکل. پس you see my problem is this یعنی میدونی مشکل من اینه. این you see مثل همون you know که اول جمله ها میاد، معنی میدونی در جریانی. پس you see my problem is this یعنی میدونی مشکل من اینه. I'm dreaming away. I'm dreaming away. I'm dreaming away. I'm dreaming away. Dream away یعنی رویای بی نتیجه دیدن. پس I'm dreaming away یعنی من رویای بی نتیجه ای دارم. Wishing that heroes they truly exist. Wishing that heroes they truly exist. خب wish به معنی آرزو کردن. Hero به معنی قهرمان. Truly به معنی حقیقتن. Exist به معنی وجود داشتن. پس wishing that heroes they truly exist یعنی آرزوی قهرمان ها اونا واقعا وجود دارن. I cry watching the days. 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 Cry به معنی گریه کردن. Watch به معنی تماشا کردن. Day یعنی روز. پس I cry watching the days یعنی من با چشمان خیسم به روزها نگاه میکنم. Can't you see I'm a fool? Can't you see I'm a fool? Fool به معنی احمق. پس can't you see I'm a fool یعنی نمیتونی ببینی که من یه احمقم. In so many ways. Way به معنی راه. In so many ways یعنی در هزاران راه، در راه‌های خیلی زیاد. یعنی من یه احمقم تو خیلی از جوانب.
خب آهنگ امروز رو با هم دیدیم، آهنگ بسیار جذاب دوست داشتنی از بریتنی اسپیرز دوست داشتنی. امیدوارم که نکاتش رو خوب یاد گرفته باشید. حتما برای من کامنت بذارید، آهنگ پیشنهاد بدید که من همون آهنگ ها رو براتون انجام بدم. لطف میکنید که کانال من رو به دیگران معرفی میکنید، ممنونتون میشم. از خدای بزرگ میخوام که همیشه ایام به کامتون باشه، روز و روزگارتون خوش باشه، خدا نگهدارتون.